هستم در شبکه نسیم اینجا خنده باره. حال تو چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خنده باره دفونه چطوره؟ عالی. چقدر شما قشنگی. به به، حالتون چطوره آقای؟ شکرم داداش، خوبی؟ قربان تو، خوبی؟ مخلصم. ممنونم که هر چند وقت یه بار میای اینجا. گیرم وگرنه هر روز بلند میشم میام. عاشق رو کردم، دوست دارم میام یه وقتایی همیشه. بله. حالا بخندیم بعد میام. تو برنامه ننداز دیگه. برو تا تهش بعد بهت میام. باشه. عرض کنم خدمتتون که شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به کیا؟ به عشقی ها، به بالا، به همه مشتی ها. به همه مشتی ها پیشنهاد بدیم؟ سالمند ها، رفتگر ها، فلسفه خونه ها، فلسفه خونه ها. نظره یه دارم میگم چقدر داد میزنی؟ خیلی خوب بگیرم. صدا اومده نمیذارم من بگم نیه. چی فرمود این حالا؟ فلسفه خونه ها، سربازا؟ سربازا. آه، شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه سربازا که حالا سر پستن، تو پادگانن، جایی دارن کار میکنن و اینا، و کیفشو ببرن. به افتخارشون بلنشین، بلنشین. بفرمین، بفرمین. خب بریم برای 25 ثانیه خندیدن و گرم کردن خودمون. آماده باشید. نفس بیرون، نفس بیرون، نفس نگه دارید، نگه دارید. یک، دو، حالا. جانم با سوال پیامکی داری چی کار میکنی ازم؟ لکه گیری میکنم رنگا رو. دیوار رو داری لکه گیری میکنی؟ لکه گیری پشت کمی رنگش به هم ریخته بود. لکی بابا لبادنه، لکه گیری چی بابا؟ ببین دیگه، ببخشید. شما ببخشید. کیه این؟ ایشون کیه این؟ اینو وحشی ها میگن. ها کیایی؟ کیاس کیانام چه صدام؟ آقا کیانه اسم خانوما سر چه اسم؟ آقا گذاشتن اسممون رو سجلش رو بسوزون. آقا اشتباه کردن. داداشی گذاشتن، چیکار کنم من؟ میام نذاری؟ کیانه اسم خانوما. حالا که داری کیام صدا میکنی که؟ کیان. چقدر کیان، کیا. ولی کیانا ولی بابا. خیلی خوب بفرمایید کار شروع. من نمیفهمم این چه کارا رو شما دارید. صدا بزنی میام. بعد این پشت واسه آماده باشی. صدا بزنی میام بابا. وای خدا. چه خبر اینجا؟ بریم. سوال پیامکی امشب، چند درصد از تولیدات فرش دستبافت در دنیا به ایران تعلق دارد؟ به 3500 جواب درست ارسال میکنید. 1 50%، 2 85%. 85%. خب پیامک بفرست شما. تو برنامه هم که دیگه، اگر موافقید 50% عدد 1 رو بفرستید، اگر موافقید 85% عدد 2 رو بفرستید. خیلی خوب، خیلی هم قشنگ. شما چی شدی؟ بگو ببینم عزیزم. جونم داداش، من که رفته بودم دور سرت هدبند زدی. هدبند نیستش این. چی اون؟ سرم مغز سرم برش دادن. نان دیگه معلومه دیگه. نان چرا؟ من رفتم ابرو مبرو درست کردم. خب دیدم این که دیگه کشیده شده، تموم شده، رفته. خب دوستان دستگاه گیوتین آوردن جدید، به حال شوخی و اینا که مثلا ما کنیم تا چرا انقدر باسواد یا مغزت پرو، مگه چی فرقت با ما چی و اینا، گیر سپیچ آقا وا کنیم تو مغزت چیه، وا کنسم تو شو ببینن چه خبره. جمجمت رو در آوردن تو شو نگاه کن، گذاشتن سر جاش. من فکرم شما جراحی کردی مغزتو. نه برای چی جراحی کنم، مشکلی من ندارم. نه خدای نکرده. خب من همینجوری حد زدم آخه. نه باز کردم، من بقیه زدم. چی کاری میکنه آخه؟ رفیقام دیگه.
اینا رفیق نیستن. نخورنت یه وقت. نه بابا گوشت ما تلخه. حالا استرس داری؟ توشو دیدن چی شد؟ هیچی دوباره بستن دیگه. همونجوری بیا بخیه سرپایی سر گفتم میخوام برم سر برنامه خندمانه میخوام برم بشینم. گفتم ما سری ببندیم میخوام بیا. بعد شما بهوش بودی یا بیهوش بودی؟ بهوش دیگه. بهوش بودی اینو بریدن برداشتن؟ عجب با فیلمی از ایران با جوان دست گرفتی ما رو همچه با مزه ای باهوش کیانا. بیهوش باشم که دیکه انداختی؟ آره آره به قوله خرسه میان مرات ها بده میگه خرس نیست خرسه دیگه خلی. نه بابا چه بس؟ جناب خانه باشال همون که شما می خب ما این همه یال و کوپال همون یه خان نداریم اون دجوری میشه هر زمین جناب خان پدرش اسمش جناب جانه ایشون اسمش جناب چه شما سونم حالا چیزی من نمید بگم بفرمی. بگم من بفرمی. مثلا راجبه الان مثلا گفتی با بیهوشت نکردم بیهوشیش سوسولی نیست فکر میکنی آقا سوسولی نیست بیهوشی مگه به چرا اصلا به این چی میگین بابا سوسولیه دیگه نه عزیزه من اصلا خندش اینه که درد بکش یا سر وقت بخوام ببندم بخیه بزنم بیهوشت کنن که تو از خنده چیزی نمیبری از خنده اصلا نمیبری چیزی ها خیلی کار خطرناک میکنی شما دوستات نکنین آقای عزیز یه وقت خدایی نکرده مغزت آسیب میده چیکار میخواستی بکنی آسیب دیده چقدر ببینه دیگه همه جامو زدن زخم زنی کردن سر خود مغزت این جمجمه رو برداشتن اطلاعات عمومی ضعیف جاش نه منظورم چیز نیست حافظت و اینا نیست خود مغزت آسیب میدید میدونی وقت چه اتفاق برات میفته بعد میشد میدونم من گفتم خیلی دیگه داره دوز شوخیاتون میره بالا میکنید من باش وای نمیستم فردا مشکلی پیش بیاد شوخی هم حدی داره دیگه آره واقعا ولی خندش زیاده این فیلمی بابا خیلی فیلمی اما جمع خیلی فیلمی باشه کیانا دیکن نقدی؟ بابا کیانا مگه اسمت نیست گفتم کیا صدام میکن اسم واقعیم کیاناست کیا صدام میکنم این اسم زنونه رو نمیدم چرا خانوادت گذاشتن رو شما گذاشتن لطیف هم گذاشتن کیانا لطیفی؟ شما لطیفی الان؟ ترسناک چرا ترسناک؟ حالا خب عرض کنم خدمتون که یه بار این دین این دین دین درین دین این یادمون رفت مسابقه پیامکی روادن جان روادن یعنی جایزه فعلا من ندیدم واسه کسی باشه نماز روزتون قبول باشه بریم میخوایم ادامه بدیم پر انرژی خندوانه یک دو سه بریم خانوادگیه توی خانوادگیه توی خانوادگیه
یکی از یاران خندوانه بعد از مدت ها غیبت که خیلی هم موجهه برگشته به خانه خندوانه که خانه خودشه. همه با هم موسیقی کمدی میکنم. خیلی خوشحالم اومدم پیشتون، خیلی دلم تنگ شده بود اومدم خونه خودم، خونه خندوانه و خیلی خوشحالم پیشتونم. آقای جواب، من امروز یه هدیه آوردم واسه بچه ها، واسه برنامه خندوانه. این نقاشی رو یکی از دوستای نویان کشیده به اسم آقای علی مظاهری که 7 سالشه. این نقاشی رو پارسال کشیده توی 6 سالگی، برنامه که من و نویان اومده بودیم برنامه شما. بله، اینم جزئیاتش. جزئیاتش چیه؟ این که منم. بله، دستتون اینجوریه. این پسرمه. نویانه. این شما، این یه مقدار فقط کم پشتر موهاتونو کشیده. کم پشتر چرا؟ نمیدونم. بجنسی به نظرم قرض برزی کرده. اینم نیماست. ببینین. خانم من قشنگ تاس کشیده. بله، چه وضعیه؟ باید بهش تذکر بدیم حتما. بچه خواسته حال من رو اینجا هم که تماشاچی های محترم بمونن که دارن ها 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 میخن. خیلی هم قشنگی، به افتخارش دست میزنیم. راستش آقای جوان، من فکر میکنم که یکی از ویژگی های مهم این برنامه و یکی از جذابیتاش بدون اغراق اجرای شماست و اینکه توی اجرا گوش میکنین به مهمون برنامه و این قسمتی به هر حال از این برنامه قسمت زیادش مهمون محوره و خیلی مهمه که یه مجری به حرف مهمونش گوش کنه. من فکر میکنم ما وقتی مثلا یه فیلم ترسناک نگاه میکنیم، موقعی میترسیم که حتما بازیگر به اندازه کافی ترسیده باشه یا موقعی تحت تاثیر قرار میگیریم که حتما خیلی اون بازیگر بتونه اون صحنه غم انگیز رو درست بازی کنه. من فکر میکنم وقتی یک مجری گوش نمیکنه به حرف مهمون، بیننده هم حواسش پرت میشه، برای اینکه مجری نماینده بیننده است به نظر. با تمام احترامی که قائلم برای همه همکارای عزیزمون که حالا تو این سالا توی رادیو تلویزیون مشغول به کار هستن، دوستا و همکارای قدیمی خودمون هم هستن، بعضی از همکارامون هستن که اصلا گوش نمیدن، یعنی مهمون دعوت میکنن و کلا گوش نمیدن به حرف مهمون. مثلا یک مادر دردمند مجرومی که بچهش یک مریضی لاعلاج خاصی داره، داره صحبت میکنه و تمام مدت میبینین که این مجری یا داره پشت صحنه نگاه میکنه یا داره تو گوشیش داره مثلا گوش میکنه، یه جایی اصلا چشش راه میگیره فکر میکنه به قصه های خودش فکر میکنه، بعد حرف مادر دردمند تمام میشه و سکوت میفته، بعد صداش میکنن. تموم شد حرفش، تموم شد، میخوای یه ریاکشن عکس العمل نشون بده. یه موقع هستش که مثلا یه مهمونی داره خاطره خنده‌دار تعریف میکنه، بازم حواسش نیست، مثلا این طرف اون طرف داره پشت صحنه داره صحبت میکنه، باز داره به گوشی گوشه، بعد اون خاطره خنده‌دار رو تعریف میکنه مهمون، بعد تو صرفا باید بخنده. اینجور مجریا رو من چون خودم مثلا تو این سالا مهمون برنامه‌شون بودم، کلن هر جوابی به سوالاشون بدی قابل قبول، بلکه گوش نمی کنم منتظر سوال بعدی رو بپرسم. مثلا میپرسن که خانم دهخان، شما از چه سالی و توی چه سنی مشغول به کار بودین؟ اینکه من جواب بدم 19 سالگی از 3 ماه پیش، یا مثلا من 5 تا گل ملی فوتبال دارم که آخریش به کشور برونئی بوده، هیچ فرقی براش نمی کنه، جواب قابل قبوله چون میخواد سوال بعدی رو بپرسه. بعضی وقتا مجریای عزیز محترممون یک مجموعه حرف آماده کردن، شعر و حرف اینه که میخوام به هر طریقی شده اینا رو بگن. 30 دقیقه برنامه است، 28 دقیقهشو مجری صحبت میکنه، شعر میگه، صحبت میکنه، یه سری سوال از مهمون پرسه که خودش دوباره جوابشو میده، فرصت نمیده. 2 دقیقه آخر مال مهمونه که اگه چیزی باقی مونده من مثلا گفته نشده تو برنامه اینا شما بگین و تشکر و خدافظی، چون دیگه وقت ندارن. حالا توی مدلی بدترش اینه که بعضی وقتا 2 تا میشن این مجری محترم و کلن مهمون که هیچی بیننده رو فراموش میکنن، بلکه یه سری شوخی ها دارن با هم دیگه که کلکل دارن و شوخی دارن و مطلق میگن پشت صحنه مطلق، مثلا با پشت صحنه شوخی دارن که یه آقای امروز با موتور اومده موتورش تو راه خراب شده، آره مثلا اون آقا صدا برداره، کار با هم شوخی دارن، اینکه به من و شما و بیننده و بقیه چه ربطی داره مشخصیست. یه موقع های مهمون تخصصی قراره بیاد راجع به بحث تخصصی توی
برنامه صحبت بکنه و مجری برنامه نه تنها روز قبلش نپرسیده، هیچی همون روزش هم نپرسیده، داره گیری میشه یک ساعت قبل از برنامه از دستیار میپرسه که امروز مهمون که دستیارم داره گیم بازی میکنه نمیدونه، میگه بذار حالا میپرسم. یه ربع مونده به برنامه تازه میفهمه که مثلا یک پزشک متخصصی قراره که راجع به یک موضوع تخصصی حرف بزنه یا یک مقام مسئول دولتی راجع به یک مسئله سیاسی اقتصادی حرف بزنه. بعد مثلا چیز میگه که اون پزشک متخصص در مورد روش نوین جراحی قرنیه حرف میزنه و شما کلا تو چشمای مجری میخونه که هیچی نفهمیده از موضوع، حتی سوالم آماده نکرده. بعد اون همطور داره توضیح میده که یک لایه سلولی هستش پشت قرنیه چشم که این ضخامتش یک صدم فلان. بعد میده تهش وسط بحث تخصصی ممکنه بپرسه که اون وقت شما با خانمتون هم دعواتون میشه؟ شب بیر بیری خونه خانمتون چی میگه؟ یا مثلا اون مسئول چیز؟ مسئول محترم، حالا یک خانم وزیر، آقای وزیر، هر چیزی، در مورد گسترش محصولات ارگانیک در توسعه برنامه ششم توسعه صحبت میکنه، باز همینطور، باز دوباره همجه و کلن هیچی فعطیلی دعواتون میشه با خانمتون؟ دعوا دیر میره خونه؟ مجریامون توی رادیو، حالا باز میگم با تمام احترامی که براشون قائلم و لحظه های خوبی که کنارشون گذروندیم با اینکه دوستای صمیمون هستن، خیلی رو صداهاشون تاکید دارن. خیلی تاکید دارن که چون میخوان که بیشترین انرژی رو بذارن روی صدا و از صدا استفاده کنن. مثلا صبح شما رادیو روشن میکنین تو ماشین، یک میگه به نام خدا، گویند مرا چو زاد مادر، خدای بده هر گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، گل چین روزگار. من چند سال پیش یه کاری رو برای رادیو می نوشتم، یه آقایی بودش که تهیه کننده برنامه بود و برای خودشون هم گوینده بودن، بعد دیگه عادت شده بود، یعنی تلفنی با منم حرف می زد، مثلا همینطور مثلا گفتش که سلام خانم دهقان، روزتون بخیر در این شهر پر از ترافیک و دود، امیدوارم. بعد من چی باید جوابشو بدم؟ مثلا گفتم قربونت خیلی ممنونم. یه مثلا میمدم یه موقع پیغامگیر خونمون رو چک میکردم، میدم مثلا پیغام گذاشته که سلام خانم دهقان، من نمیدونم بگم عصرتون بخیر، صبحتون بخیر، برای اینکه نمیدونم شما این پیغامو کی چک میکنید. بعد من موندم مثلا تو خونه با خانومش چجوری حرف میزنه، مثلا تو را زنگ میزنه به خانومش میگه خانوم شب بچه ها رو حاضر کن، میخواییم بریم خونه مادرم. خب یعنی چی؟ مثلا چرا امشب قرب سبزیت اینقدر شور شده؟ نه؟ یه برنامه دیگه هم هستش که مجریش خیلی فکر میکنه که بعد خیلی پر انرژی باشه و بالا پایین بپره و همش بخواه. اینو اینجا نباید میگفتم، ببخش. اینو بعد یه برنامه دیگه میرفتم پشتر این برنامه هستم. مرسی. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. به من فرصت دادین. خواهش می‌کنم. همسر چطورن؟ نویان چطورن؟ خوبن. مهراب و نویان خوبن؟ بله، بله. خیلی به جفتشون سلام برسونید. چشم از من، مرسی. تا شالا خودم ببینمشون. خیلی ممنون. از ادب بکنم خدمتشون. خیلی ممنونم از شما. مرسی. خیلی ممنون. موسیقی کمدین. تیم هنرمندانمون، تیم فوتبال هنرمندان، یه گزارش باحال داریم، بریم بیاییم ببینیم. یک، دو، سه.
مصاحبه پیامکی دن دن دن. بالاخره اتفاق افتاد. سوال اینه، چند درصد از تولید فرش دست باف در دنیا به ایران تعلق دارد؟ 1.50%، 2.85%، 50%. الان که فکر کنم 50%. به 3500 ارسال میکنید. جواب درست رو از توی کسایی که جواب درست رو فرستادن قرعه کشی میشه. به یک نفر هر شب 500,000 تومان کارت هدیه داده میشه، منتها اسامی برنده ها رو آخر هفته ها اعلام میکنیم. و بریم برای مسابقه داخل استودیو. مسابقه داخل استودیو هم این شکلیه که یک سری عدد توی این پاکت هاست، تو هر پاکت یک عدد بین 1 تا 2000. هر کس که شمارش در اومد میتونه 10 عدد رو بگه تا برسه به عددی که این توه. هر کس هم بتونه برنده بشه یک کارت هدیه 250,000 تومانی از 7-80 میگیره، یعنی ستاره 7-80 مربع. یعنی 7-80 دیگه چیه؟ این چه صیغه‌ایه؟ ما سامانه دیگه 7-80 میشه جایزه؟ نه یه چیز دیگه بود که آها بگو یه لحظه. عوض شدی؟ بله؟ میگم بگو من نمیدونم. هفت هشتاد ستاره 7-80 مربع. ستاره 780 مربع یعنی 780 که سامانه ایه که میشه رفت داخل سامانه و یه سری کارا انجام داد. عدد اصول باز فلان مثال اینا رو میزنه و چی؟ عدد اصول دیگه فلان مثال مثلا میاد منوی ها میره. شما میدونین استفاده از این سامانه ها چقدر به درد میخونه؟ بله. یک من میدونم اولا... به من بگو قبض آب و برق مثلا میشه داد، میشه مثلا چه میدونم شارژ خرید، میشه مثلا خیلی کارا رو میشه راحت تر کرد. یه تا بانک نخوای بره دیگه، من قضیه شو میدونم چه 780. بله یکی 56 تا فقط میشه 780. چی 780 فقط 56 نه مگه نمیشه 78 تا نه 780. آ صفر داره پس تاش. آره الان گرفتم چی شد. سه داره پس 780 مربع. آره میری واسه خودت. آره اشغال میزنی و شارژ و فلان. توضیح اینه که آلودگی هوا به نظرم کنترل میشه، اینجوری ترافیک کنترل میشه برای اینکه تو بری یه جای جا پارک گیر بیاری اینا، در زمان صرفه جویی میشه، به علاوه اینکه نسبت به محیط زیستم رفتار درستی. این کاغذایی که ما برای گرفتن پرداخت قبض و رسیدشو میگیریم همه اینا کاغذه و درخت داره براش قطع میشه. اینجوری درخت کمتر قطع میشه. خب پس کجا رو میکنن؟ متوجه شدید من توضیحاتی که دادن منطقی بود درست بود؟ بله. اینقدر شما حرف میزنید من خودم بعد میفهمیدم واسه بالاخره تو توضیح بدید دیگه. حالا پس بریم برای مسابقه داخل استودیو. 68 کامران صوفی آماده؟ بله. 1 2 3 10 تا میتونیم بگیم. بالاتر 500. بالاتر 70. بالاتر 1000. پایینتر 80. پایینتر 750. بالاتر 780. پایینتر 770. پایینتر 760. پایینتر 755. بله. شماره 22 سارا فضلی. از 1 تا 2000. 1 2 3. 500. بالاتر 600. پایینتر 550. پایینتر 545. پایینتر 530. پایینتر 510. بالاتر 520. پایینتر 515. پایینتر 513. پایینتر آخریش ها یه دونه مونده. 511. نه 512 بود. 1 2 3. 98 کیان. آهای کیان 7-8 میگیرم من. نه ببرم اگه ببرم. 1 2 برو پایین تر.
پایین دارد چی؟ چیزی نگفتن. عدد بگو. 1000 بالاتر. 1500 پایین تر. 1250 پایین تر. 1200 پایین تر. 1150 پایین تر. 1100 پایین تر. 1050 پایین تر. 1020 پایین تر. دوتا مونده. یا خدا. 1009 بله. چه جوری گفتی؟ باور نمی‌کنم. اینه کامپیوتر مغزم کار می‌کنه. اینه کامپیوتر مغزم کار می‌کنه آقا جوان. من بهت افتخار می‌کنم. خدا رو شکر اون کارهایی که باعث می‌کنه شوخی پرت و پله‌ها چیز نمی‌کنه. یک دو سه. شماره 37. سبزندام. خانم سبزندام آماده این؟ بله. بریم. 1 2 3 500 بالاتر. 700 پایین تر. 600 بالاتر. 670 بالاتر. 680 پایین تر. 678 پایین تر. 675 پایین تر. سه تا مونده. 673 بله. 7-8 اومد. بابا مبارکه مبارکه. میخواییم با هم دیگه آواز بخونیم. 1 2 3 لفظ دیگه اسکا داره میگیری دیگه. این رم چند شب دارم میگم لطفاً حواستون باشه به این نکته که با اسامانه 780 یعنی ستاره 780 مربع میتونین برای ثبت نام در داخل استودیو استفاده کنید. ریالی هم هزینه نداره، کاملا رایگان. خوبه اینه. بله بله کاملا رایگان. ثبت نام میکنید اونجا، میرید توی فهرستش و گزینه خانواده انتخاب میکنید، توضیحاتش وجود داره و همه با هم بگیم بریم بیاین. 1 2 کجا بریم؟ 1 2 3 بریم بیاین. نوردمونه رو وایسونن نگردن، میتونی بری بالا ازش. شما چند تا پسر دارید؟ یه دو.
آها حسابی نگرانی که ای بابا هم یه دونه چه خاکی به سر میدن؟ آره واقعا جواب باباشو چی بدن؟ شما این باباش نیستی؟ چه؟ اگر هم نمیشه دل بندن شو؟ دل بندم صداش میکنی؟ هرچی که به دهنمون بیاد و این خوشش بیاد شما چی میشه قربان؟ زونکن ساز. زونکن واژه کجاییه؟ میدونی؟ بله. بگی. فکر میکنم آلمانی. زونکن کجاییه واژه؟ نمیدونم. اینه همین. فرزن چه خوبه بله از سایی دست بردون. چه پسری بد نبود این پنج شیش تا این پسر رو داشتیم خیلی خوب بود اون موقع فکر نمی کردم حافظ الان رو پیدا کنه اون موقع در خوشخوشان جوانی گفتی بله چه میخواییم جوگه نه بچه رو میخواستیم فکر نمی کردیم اینجوری بشیم کارگر کم بیاری حالا برای زونکنسازی یه بچه کافیه یعنی کار رو میندازی نه نه واسه هر کار تولیدی هر چی بیشتر داشته باشی لشکر بهتره خب مجید خوبه کاریه بله کار میکنه خوب داد میزنید چیز نمیکنه احتیاج به این حرفا نیست خودکار خودش انجام میده عجب بچه‌ایه بله مادر خوب تربیتش کرده به من نرفته چه زونکنیست؟ زونکنی که اصلی سازی شده باشه نکپی و جنس در جک توش به کار رفته باشه جنسای شما به عنوان جنس ایرانی بله خوبه؟ خیلی نسبت به مثلا اروپایی کم نداره شما میدونیم جهنم داغه اینی که میخواستیم تو جیب خودمون بزنیم رو جنس گذاشتیم خبر از جهنم داری؟ داری بله از چینی بهتره؟ 100% چین؟ اونایی که یک گذاشتن صفر جلوش میذارن دنبال کار چینی هست اونایی که عشق و عرق ملی دارن نه چه پسری خدا داد به شما ممنونیم ازش واقعا زیر چشارم کاش پاک میکنی پسر خب زونکنسازی فقط کار سخت و خشن و خیلی بد اخلاقی برجد بردار بذار سنگینی داره و مرد کاری میخواد همه توش عصبانی هن و اینجوری اخمون نه بستگی به خود آدم هم داره چقدر شنگول باشه ما دائم شنگول دائم شنگول خوشحال سرحال عالی همین کاری هم میکنیم که خندوانه میگه خوبه خندوانه میبینی بله مرتب بله کدوم شعر برنامه رو حفظید بخونید لطفا هه 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 اونو بلدین و دو و دو و نباشه چی میشه؟ یه ورق میفتیم و یه ورق میفتیم و گم و گور میشه اصلا شهر تعطیل میشه امکانش هست؟ آره دیگه بلکه بخرم اونی که باید بیاد میاد چه میکنید با مارمزون؟ باید ساخت یعنی کار و اینا تعطیل شد یا نه؟ نه همش خواب دیگه نه خواب عبادته نه کار خوابم جز عبادت تو مارمزون ولی 50% حسنه داره ولی کار 100% با یه همچین میزبانی چرا باید خوابی؟ کسایی که مثلا میخوان تولید رو شروع کنن اینا یه توصیه از کیفیت کار کم نکنن ای بابا نمیصرفه که
چرا؟ بی صرفه. بله. شاید در کوتاه مدت جواب نده، ولی در دراز مدت همه میان دنبال کار با کیفیت. خیلی هم لطف کردین. زنده باش. آقا پسر به این خوبی؟ بله. که رد شد. و اینکه کسب و کارتون هم همیشه پر رونق و از این حرفا. دنبال برکتشین. آره. رونقش با حالمون فرق نمیکنه. چون تو کمیش زندگی کردیم، تو رونقش هم زندگی کردیم. عزت شما زیاد زمان میتونم گل بار. از این سفر کرده نیستیم آماده شد خب ماشین هم آقا دیدیم که بیان باید آماده شد کس شما درد نکنیم. یه بار یه مطلبی رو خوندم یه جایی، میگفتش که تصورات آدم میتونه روی بدن آدم تأثیر بذاره. فکرهای بد، ملامت کردنا، حرص خوردنا، حسادت کردنا، فکرهای منفی، قصه خوردنا، همه شون میتونن آدم رو مریض کنن. یعنی خیلی از مریضی های ما از اینجاست که بعد میاد خودش رو توی بدنمون نشون میده. ولی اگه ما بتونیم زیبا فکر کنیم، زیبا نفس بکشیم، زیبا راه بریم، زیبا کار کنیم، امیدوار به زندگی باشیم، میتونیم آدمای خوشبختی باشیم. بعضی آدم ها هستن که انقدر این زیبا زندگی کردن رو بلدن و آرزوهای بزرگ و زیبا هم دارن و اینقدر باور دارن و ایمان دارن به خودشون و چیزی که میخوان، این آرزوهای بزرگ عجیب غریب رو هم میتونن عملی کنن و به دست بیارن. بیاین با هم دیگه آرزو کنیم که همه آدمهای بزرگی که آرزوهای بزرگ دارن و رسیدن به این آرزوهاشون هم باعث شادی یک جمعیت زیادی یا حتی کل مردم میشرم، خدا حفظشون کنیم. میخوام دعوت بکنم از یک ورزشکار درجه یک، یک ورزشکار بزرگ، کسی که ثابت کرده آرزوهای بزرگ دستیافتنی هن، ورزشکاری که در کل تاریخ این مملکت بیشترین مدال طلا رو آورده. دعوت میکنم از جناب آقای حمید سوریا. سلام. سلام، حالتون چطوره؟ خدا رو شکر خوبین. زنده باش. خدا سپاسگزارم. شما چه خوبی؟ محبت شما. من یه بار اونجا شما رو ماچ کردم، به نظرم خیلی خوشمزه اومدیم. خب بفرمایید که سوریان یعنی چی؟ فکر کنم سوردهنده بشه. سوردهنده؟ و میفرمایید که بچه کجایین؟ عرضم به خدمت شما اصالتا بچه شهر ری یا همون شاه عبدالعظیم نگه. بله. بله. اصالتا یعنی الان دیگه اونجا زندگی نمی‌کنی؟ من یه چند وقتی متأسفانه. برای خونه پدر هنوز اونجاست؟ بله. پدرتون در قید حیاتن؟ بله. چقدر دوستشون داریم؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. میشه گفت عزیزترین کسایی که توی زندگی همه ماها وجود دارن پدر مادر. بزرگتر و بله پدر مادر. خیلی زنده. الان دلت میخواد به پدر چی بگیم؟ صحبتی که هر روز باش میکنم مستقیم بهش ببینیم. این که خیلی دوست دارم، دست تو از همینجا میبوسم و اینکه ممنون بابت همه محبتات. به مادرم بگیم. مادرم هم خیلی دوست دارم، خیلی عزیزی هاش خانون. مرسی از بابت زحماتی که توی همه این سال برام کشیدی، دستت هم میبوسم. زنده باد. به افتخار پدر مادر حمید سوریا. به افتخار همه پدر مادر رو برد. افتخار به همه پدر مادر. بله. تفریح مورد علاقه چیه حمید؟ حقیقتاً آقای جوان،
یه چند سالیه که همه زندگیم معطوف به ورزش، اینقدر سخت درگیر فضای ورزشیم که دیگه تفریحمون هم میشه گفت همون ورزش و همون سختی خودشه. آره، ولی این وقتی مثلا از کار بکنی بخوای یه کاری بکنی چیکار میکنی؟ این که در کنار خانواده باشم فکر میکنم بزرگترین تفریح و لذت برام محسوب بشه. چند سالت الان؟ 30 سال. چه ماهی به دنیا اومدی؟ چه روزی؟ شهریور، دوم شهریور ماه. چه وقتی که تولدت؟ بله. مبارکت بشه. قربون شما. خب و بفرمایید که چقدر میخوابی در طول شبانه روز؟ معمولا خوابم خوبه، نزدیک به فکر میکنم 10 ساعت بخوام. 10 ساعت میخوابی همین؟ واقعا؟ بله. معمولا 10 شب چون توی تمرینات سنگین که هستیم میبایست استراحت بکنیم که از صبح زود که شروع میشه تمرینات رو دوباره شروع بکنیم. همینطوره. ببین البته واقعا برای یک ورزشکار در ابعاد و اندازه حمید عزیز و میزان کالری که میسوزونه و فعالیتی که در طول روز داره قطعا میزان خواب براش لازمه، ولی میدونی که ماها که به این اندازه فعالیت بدنی نداریم 7 ساعت خواب بیشتر نباید بشه. یه تحقیقی کردن 12 سال طول کشید بالاخره جوابش داده شد که بین برای تحقیق این بود کسایی که 8 ساعت میخوابن و کسایی که 7 ساعت میخوابن احتمال سکته قلبی و سکته مغزی در کسایی که 8 ساعت میخوابن بیشتر از کسایی که 7 ساعت میخوابن. خیلی هم دلیل منطقی داره. قلب یک عضله است، وقتی شما زیاد وقتی میخوابین این کند کار میکنه، وقتی کنده این تعداد ساعت بیشتر میشه، تعداد ساعت خواب بیشتر میشه، این عضله آروم داره کار میکنه و تنبل میشه. منتها شما در طول بیداری اینو جبران میکنه. بیداری خیلی ازش کار میکنه. بله قطعاً برای دیگران دارم میگم. و همینطور مغز با چی کار میکنه؟ بیشترین چیزی که ماده و عنصری که کار میکنه قنده. شما باید مصرف قند و غذا داشته باشی که مغز بتونه تغذیه بشه. وقتی طولانی میخوای مغز داره از ذخایر بدن تغذیه میکنه. اینا باعث آسیب دیدگی مغز و قلب میشه. چقدر علمی و برنامه جذابی رو داریم این دفعه جلو. اتفاقی جان خیلی جالب بود. دکتر رامبد جوان. نه نکته. همین جان بگو مشکلاتت رو بگو من حل کنم برات. جای درد نمیکنه، جای چیزی. سالم باشی. شده خندت جوری خندت بگیره نتونی جمعش کنی؟ بله. و یه جای ناجوری هم باشه تو خندت بگیره. ناجور یعنی یه جای بی ربط به خنده. پیش اومده بعد. چی مثلا؟ دیگه سعی میکنم به روی خودم نیارم ولی خب پیش اومده. حمید سوریان، تو بیشترین مدال طلا رو در کل ورزشکارها و رشته های ورزشی و و و در کل تاریخ ورزشی این مملکت تو داری. بله؟ بله. 6 مدال طلای جهانی و 1 مدال طلای المپیک. بله. فوق‌العاده نیست؟ چه حالی میکنی؟ چه کیفی داره؟ بگو یه ذره بار چیز که ما رو به ما هم کیف بده، بگو. محبت شماه، ولی عرضم به خدمتشون شاید اگر بعضا خودم به این موضوع فکر میکنم و به عقب برمیگردم شاید تکرار این کار خیلی سخت باشه، چون واقعیت اینه که توی ورزشی که ثبت رکورد نداره و ورزشی بدون رکورده تکرار خیلی کار سختیه و نهایتا فکر میکنم فقط محبت خدا بوده و اینکه سعی کردم همیشه بیشتر این تلاش خودم رو بکنم و اتفاقات خوب افتاده خدا رو شکر تا به امروز. امیدوارم که من بعدم لحظه‌های خوبی رو توی ورزش بتونم تجربه بکنم. همون چیزی که مشخصه ورزش دو بود داره، شکست و پیروزی همیشه در کنار همدیگه هست و اون روزایی هم که با شکست بوده درسای خیلی زیادی رو توی زندگیم داشته، سعی کردم که مجدداً با تلاش بیشتر کارامو دنبال بکنم. خدا رو فقط باید شکر کنم، خیلی جای خوشحالی داره که تا حدودی میگم توی حوزه ورزشی که فعالیت میکنم با موفقیت بوده زندگی. چه خوب. تو برای همه ما قابل افتخاری به خاطر تلاشت، تواناییت، هوشت و کار فوق‌العاده‌ای که کردی. مهمترینش برای من و حتما همه ما اینه که تو پرچم مملکتمون رو به اهتزاز درآوردی بارها. خانم شما هیچ چیزی با ارزش‌تر از این نباشه. نه؟ واقعا نه؟ اون لحظه با هیچ چیزی توی دنیا برای شخص من که قابل قیاس نیست. وقتی روی اون سکو قرار میگیری و سرود کشورت نواخته میشه، پرچم به اهتزاز در میاد، اون احساس غرور ملی که وجود داره خیلی لذت بخش.
معلومه دیوونه کننده. همه سختی‌هایی که توی این مسیر طی میشه، چون برای مردم اون چیزی که قابل لمسه و دیده میشه اون 6 دقیقه مبارزه یا حالا نهایتاً 5 دور مسابقاتی که با 30 دقیقه آره مسابقات تمام میشه قابل لمس و مشهوده، ولی واقعیت اینه که سالهای سال ممارست و تلاش پشت اون خوابیده و نهایتاً خستگی همه اون روزای سخت فکر کنم توی همون چند ثانیه و چند لحظه اصلا آدم در میاد. همینطوره. به کسایی که دوست دارن موفق باشن چی میتونی بهشون بگی؟ ببین آخر این باب شده دیگه، حالا متاسفانه مشکلات سیستماتیکمون هم هست، یعنی قضیه فقط یک توهم نیست، واقعا این اتفاق میفته. ولی حالا میخوام بگم که این باور تو که با داشتن این فاکتورها پارامترها که نتونستی به اینجا برسی، یعنی با پول و پارتی، دیدی میگن یا طرف الان حرفه اینه، میگن یا باید پارتی داشته باشی یا پول داشته باشی که به موفقیت برسی، این دیگه تو ذهن همه بی خودی جا افتاده. الان بگی تو که با پول یا پارتی که بهت مدال طلا که نمیدن که، درسته؟ من احساس میکنم چی میتونی بگی؟ به ما یاد بده، بگو موفقیت یعنی چی، باید چیکار کنی؟ شما عزیزی واقعا به هممون عرضم به خدمت شما که اگه از نظر من که کوچکتر از اینم که بخوام نه دیگه اینو به این موضوع صحبت بکنم نیستی. ولی تو بزرگی، شما محبت داری، من احساس میکنم پایه و اساس همه چیز تلاش باشه و اینکه هر کسی نسبت به اون چیزی که عشق و علاقه داره اگه با همه وجودش به دنبال خواستش بره و برای رسیدن بهش تلاش بکنه قطعا میتونه موفق باشه. و توی این مسیر فکر میکنم تنها موردی که خیلی باید رعایت بکنه صبر باشه، چون برای رسیدن به موفقیت قطعا مشکلات خیلی زیادی توی این مسیر قرار داره و مطمئنن به اون چیزی که عشق داره انسان با همه وجودش تمرکز کنه محقق میشه. آره معلومه، صبر و تلاش. صبر و تلاش چه قشنگ. به خاطر رسیدن به این درجه از موفقیت چیزی رو از دست دادی؟ خب شرایط زندگیم خیلی متفاوت تر از جوانای همسن و سال خودمه و از 20 سالگی که به صورت حرفه‌ای این کارو توی 10 سال اخیر دنبال کردم قطعا خیلی از مسائلی که خب به اقتضای سنم میبایست برام فراهم میشده و توی زندگی طبیعی خودم قرار میگرفتم نبوده و یکی از سخت‌ترین لحظه‌هاش این بوده که در کنار خانواده بیشتر نبودم و همیشه توی رقابت‌های ورزشی یا اردوهای آماده‌سازی ورزشی بودم. درست. چه کلمه‌ای رو دوست داری؟ بیشتر از همه چیز خدا رو. فکر می‌کنم توی زندگی من عرضم به خدمت شما لحظه به لحظه وجودش رو احساس کردم. دمت گرم. از چه کلمه‌ای بدت میاد؟ نتونستم. خیلی از روزهای زندگیم به مرز ناتوانی رسیدم و خسته شدم و همیشه از این کلمه متنفر بودم، سعی کردم که آفرین مقابله بکنم باهاش. دمت گرم. آفرین. دمت گرم. یه خاطره خنده‌دار میتونی برامون تعریف کنی از دوران ورزشی، یه چیزی که ما هم اینجا بخندیم؟ عرضم به خدمت شما که خاطره خیلی زیاد بوده، بالاخره لحظه‌هایی که در کنار دوستا چیز بامزه قشنگ گرمم تعریف کنم، میرم اونجا بشینم که صداتو بلند کنی من بشنوم. سخته آقای جوان تعریف کردن. نه همین، باید فکر میکنم یکی از خاطراتی که برای خودم خیلی جالب بود، چون هم سختی فضای ورزشمو در بر میگیره هم یه اتفاق خیلی شیرین بود برای شخص خودم. سال گذشته که توی مسابقات لهستان حضور پیدا کردم، یکی از رقبا چون توی وزن بالاتر شرکت کردم، یکی از رقبایی که خیلی توانمندم بود و یه رقابت خیلی نزدیکی رو با هم دیگه داشتیم، بعد از اینکه کشی تموم شد برای غروبش که توی سالن مسابقات حضور پیدا کردم، از نایه دستم آسیب دیده بود، دستشو بسته بودن. اومد گفت میشه با هم دیگه عکس بگیریم؟ گفتم چرا که نه. نشستیم بغل هم دیگه عکس گرفتیم. بعد گفتش که سال 2005 که تو لهستان اومدی همین تورنمنت کشی گرفتی، من یه بچه 8 ساله بودم رو پاد نشستم عکس گرفتم. اون موقع 18 ساله شده بود دیگه، با هم دیگه رقیب بودیم و خیلی خوب برای خودم جالب بود که دورانی که برام سپری شده بود همه جلوی چشمم به لحظه‌ای گذشت که اون یه مرد جوونی شده بود و برام خیلی جالب بود. حتی من احساس میکردم که خب من خیلی دوست داری که داره با اون عکسی، بعدم متوجه شدم چون خواهد بذاره کنار اون عکس قیاس. آره بیشتر میخواد جست خودشو بیاد، ببین من چقدی بودم چقدی شدم. آره حمید جان، برنامه ما رو دیدی زالا؟ بله یه قسمتش. خب
به اینجا لبخند بزن به تماشاچی در منزل. تماشاچی در منزل برای تو امتیاز میفرسته و ببینیم که صاحب بهترین لبخند هفته که خواهد بود تو مهمونای این هفتمون. آماده ای؟ براش میشوریم 5 ثانیه رو. 1 2 3 از اونجایی که توی فضای تمرینی خیلی سنگین و تو اردو هستیم و الان اومدم خدمت شما مزاحمتون شدیم، مراهمید اینکه خستگی خیلی زیاد فکر می‌کنم باعث این میشه که خیلی جدی باشم. آها الان جدی هستی و جدیتش نه کلی میگم اونم به خاطر فشار تمریناتی که میفهمم خستگی خیلی زیاد میفهمم خستگی دارید. بله بذار زر ماساژت بده. نه شما بگید سرشونه خواهش نه به خدا صبر نه خواهش میکنم قدم قوی هزار ماشاءالله همین دیر کشتی با هم چی میگم کشتی باید کنچه غلطی کردم مزخرف گفتم عزیزی بیاد پوچ با هم بندازیم ما مخلصم بیا خواهش میکنم یه جونه بیا آقا من گردنم از بیا عزیز دلم بیا کفی کنیم خدایا به این جلال آقا علیه سوال ببازم میبه ببرم ببر تکلیف رو معلوم ببر بچه ها تشریف کنیم آمون شالله جان میکنم بریم بار بریم یک بشوریم یک دو سه رو بشوریم یک دو سه برو بریم بشو نه جانتون اصلا نه ببر میگه ببخشید دیدی چجوری این پنیر غار بفرمایید. شاکرم. با هم ما ببینید با هم بریم بیایم. بفرمایید. حمید سوریان عزیز قهرمان درجه یک مملکتمون الان اینجاست داریم با هم دیگه گپ میزنیم این بشکن فوت این آب خوردن دست منو کوبید اینجا زمین و البته نخواستم حالشو بگیرم چون میتونستم لاقل یک صدم ثانیه مقاومت کنم شما دستون میدادید من مخلص شما من مخلص شما حمید آرزو یه آرزو بکنن آرزو سلامتی میکنم برای همه مردم عزیزمون
انشالله که همه جا صلح باشه، آرامش باشه، انشالله خنده رو لب مردمون باشه. بله. برای خودت چه آرزویی داری؟ امیدوارم که عاقبت به خیر. همیشه خواستم از بزرگترها و پدر و مادر نمودی که دعا کنن عاقبت به خیر. انشالله همینطوره بابا، معلومه خودت رو دوست داره. آدمی که اینقدر زحمت میکشه، حال میکنه، دل مردم رو شاد میکنه، مگه میشه؟ مگه میشه؟ دمت گرم، ادامه بده. شما با همین فرمون برو درست همه چی. چی باعث میشه حالت بد بشه؟ خیلی مسائل متفاوت هست. مثل؟ توی فضای ورزشی خودمون بعضاً پیش میاد که کم لطفی و نامهربونی میبینیم، این حال آدم رو بد میکنه. و این ماجرا هست نه؟ جان؟ این ماجرا وجود داره. همه جا بوده بله. همیشه هم بوده. بکنم خواهدم بود متاسفانه. مال آدم های دلکوچی که کمتوانه، کم ارزه، یواش یواش دارم به بعد بیرون گفتم. آره آدم های حسود، آدم های کوچولویی هستند. آدم های کوچولو هم نمیتونم ببینن یکی موفق باشه. آقا جان، از اینجا میندازیم. این امتیاز 20 داره، بقیه شاخه ها 10. ببینم چه میکنیم. 20 اندازم؟ اوه، 20 انداز. تیله بازیم بعد نبود. راست میگی؟ بچه تشویش کن. نه، خیلی بعد بود. وای، 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 دست گرده حساب میکنم. اینه دست گرمی حساب میکنیم. فکر میکنم یه ذره باید ضرب کمتری بندازی که میخوره اینجوری بر نگرده. بای آفرین بچه، نظرتون راجع من چیه تو این لحظه؟ یه دونش رو انداختم بالاخره. حمید یه بار دیگه بنداز. حمید وقتی حالت بد میشه چیکار میکنی؟ وقتی دلت میگیره چیکار میکنی؟ سعی میکنم کنار کسایی که اوقات خوبی رو باشون دارم سپری بکنم، حالم خوب شه. یعنی مثلا دلت گرفته؟ برنامه شما رو ببینم حالم خوب شه. برنامه کردم تو که بده بده باید زور یه دونه شدی. بیا اینجا بگو که مثلا حالا جدی به خدا تو دلم بود که از شما تشکر بکنم بابت برنامه خیلی قشنگتونی که مخلصیم. هر کسی بالاخره به هر طریقی تلاش میکنه که هم مفید باشه هم مستمر باشه هم بتونی کار قشنگی رو انجام بده، خنده رو لب دیگر رو بده شما که به نحو احسن این کار رو میکنه. مخلصیم به کمک همس و محبت مردم که حمایت میکنه. مخلصیم. برو بریم. ای بابا باریکلا. بای 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 آفره. حمید یه قولی اینجا به همون بده، یه قول بهمون بده. ما از همه مهمونامون اینو میپرسیم، حاضری چی کار بکنی بیرون از این استودیو که از یک نفر تا هر چند نفر خوشحال شن، کیف کنن، دلشون شاد شن؟ فکر کنم بهترین کاری که میتونم انجام بدم و به نوعی میشه گفت که این کارو خوب بلدم، فکر کنم این باشه که با همه وجودم دوباره تلاش بکنم که بتونم ورزش بکنم. درسته سنم به یه جایی رسیده که سخت شده، ولی بتونم اتفاقات خوب و رقم بزنم تو فضای ورزش و باعث خوشحالی مردم عیزه بله. بشن بله. و اینکه حالا انشالله که توی مکان خیلی خوب عرضم به خدمت شما بریم به بچه هایی که فکر میکنم مشکل داشته باشن، حالا چه از نظر سلامت چه از نظر کسایی که دچار معلولیت هستن، برم یکی دو ساعتی رو، ولی فکر میکنم این بردش برای من باشه چون اتفاقات خوب برای من به وجود میاد. برم در کنارشون و ساعتهای خوبی رو کنارشون باشه. کنارشون باشه. چه عالی، دمش گرم. فکر میکنم تا که این کار رو بکنیم یه زمان هم بگو. امیدوارم هر چیز زودتر این اتفاق بیفته چون الان توی اردو ورزشی هستم و کمتر از 30 روز دیگه به مسابقات ورزشی اعزام میشم. بعد از اون انشالله توی بعد از مسابقات بل. یعنی مثلا میشه کی؟ یک ماه و نیم دیگه. مثلا بگیم آخر مرداد. آخر مرداد. نه؟ آشپزی چطوره؟ راستشو بگم آره هیچی نمیدونی؟
هیچی نمیدونم. ای بابا یه تخم مرغ هم نمیتونی درست کنی؟ یه املت؟ یکی دو بار پیش اومده تخم مرغ تونستم بشکنم. فقط شیکوندی ریختی تو مایتابه اینقدر؟ یعنی نهایت توانمندیمه تو باش برده. تو تعتاقاری نه؟ بله همینه همینه. مادر و بزرگترها بودیم. خواهر داری؟ نه متاسفانه. برادر؟ پنج تا برادر رو گذاشتم. همه گفتن نه همین هیچ کاری نکنی. بیا بیا قشنگ. حالا جالب بیا که آقای رامبوز سنمون که کمتر بود همیشه سلسله مراتب رعایت میشد. یعنی اگر انتظار داشتن که کاری انجام بشه به ترتیب به برادران میگفتن آخر سر به من میرسید من مجبور بودم انجام بدم. ولی یه خورده که بزرگتر شدیم همیشه نسبت به من محبت داشتن چه مادرم چه بقیه برادرام و فکر می‌کنم یه لوس بزرگ شدم. یه ذره در این حال که شهرم بودم دیگه. آها آو بچه بودی شیطون بودی؟ خیلی. وای 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 یه دونه‌شو تعریف کن. یه دونه نیست خیلی. یه دونه یکی از آتیشایی که سوزوندی رو بگی. آتیش که همیشه می‌سوزوندم دیگه. مثلا اتفاق خیلی جالبش این که همیشه سرم می‌شکست. من اگه مو بزنم فکر کنم همه جای شکستگی باشه. شیطون بودیم و بازیگوشی می‌کردیم. مدل چیزین کیان؟ یه روز که واقعا بی‌تقصیر بودم سوز در خونه برای خرید اومدم بیرون برم سر کوچه چیزی بگیرم. سرم شکست برگشتم خونه به حالت گری به مادرم گفتم دوباره چی کار کردی سرش شستم به خدا آجر بالای ساختمون افتاد رو سرم. باور نکرد امکان نداشت. واقعا من جوش شده بود. واقعا هم همین شد. من بی تقصیر بودم. با باد زد هوا طوفانی بود آجر خورد تو سرم سرم شکست. اوه من که اون بار خدا رو شکر تنها باری بود که من مقصر نبودم. یعنی آتیشو من نسوزوندم. ولی یه دونه از رکس سوزوندی رو بگو. در نروش آتیش سوزوندم. در نرو بگو. یکیشو تعریف کن. سر خودم زدم به دیوار میشکست. شیطنت دیگه اذیت کردن بچه های همسن سال خودم مثلا بود. توی مدرسه شلوغکاری هایی که میکردیم دیدی نمیخواد تعریف کنه هیچ چیو بگم عمر داره از کنارش همه کارهایی که همه یه دونه ماجراشو تعریف کن واسم الان دورزه ندارم به خدا از آتیش تو خونه چیکار کردی مثلا هیچ وقت جمع یکی از کارهایی که انجام دادم این که اون موقع بخاریا از این شیشه یا بود که حالت کشویه برشم کاغذ رو لوله کردم کردم توش آتیش گرفت خونه فرش سوخت و اینا خونه تون؟ بله خونه سوخت این دقیقا آتیش سوزونده این واقعا آتیش زده از اونجایی که مادرم خیلی هم لوس بودم و تازه از بیمارستان ما بودم یه بیماری خیلی سخت و پشت سر گذاشتم مننژیت گرفته بودم هیچی بهم نگفتن بروم نگفتن فکر کنم کار خوبی کردم تصمیم گرفتم دوباره همین کارو بکنم ای وای آره خیلی خوب دمت گرم خیلی خیلی زیاد دمت گرم و برات آرزو میکنم که سالم و درجه یک باشی انشالله توی این مسابقات هم دوباره افتخار آفرینی کنی من یه توضیح بدم به خندوانایی های عزیز بعضی وقتا میگن این سوال تکراریه اینا عمده توش این ماجراش این نیست که ما سوال کم میاریم اینا رو میپرسیم من میخوام شما مقایسه بکنید مهمونهای برنامه رو و این سوالها خیلی سوالای مهمی هست من برای مهمه که وقتی میپرسیم که وقتی حالت بد میشه چی کار میکنی اولا ببینید که یک قهرمان هم حالش بد میشه یک دو وقتی حالش بد میشه برای خودش یک کاری میکنه نمیشینه همجوری دست و زیر دست تماشا کنی یکی بیاد حالشو خوب بکنه یا یه اتفاقی بیفته حالتو خوب بکنه تو خودت برای خودت بعد یه کاری بکنی تا حالت خوب شه واقعا همینطوره و اینا روش‌های مختلف آدم میشنه ببینه کدومش به درد میخوره یعنی به درد خودمون میخوره همه جون یه دونه از اینا رو انتخاب کن عزیزم بفرمایید دستتون درد خواهش میکنم نگاه کنین توشو گوجه فرنگی گوجه فرنگی شبیه کشتی فرنگی آره با تلوی اولمپیک تلوی اولمپیک کشتی فرنگی کشتی فرنگی تمرین تمرین ژله ژله مهران غفوریان مهران غفوریان یه ماجرا با اینو تعریف کن یه ماجرا آره یه چیزی تعریف کن اینو همش توش باشه چه جور ماجرایی آخه بی قولت میگی خیلی سخت نه بابا سخت نه میشه کمک کنید مثلا با این مدل یه روز داشتم میرفتم مثلا فلان یه بار آره یه بار داشتم تمرین نخوردم چی ژله دیدم نخوردم چون ضرر داره دیگه نه باز بخوری بعد آرزوم طلای المپیک بود مهران غفوریان آخه جور در نمیاد با دیگه بگو کشتی و بدن به جاش مهران غفوریان رو خوردم نه یا دقت کردم ژله ژله نیست مهران غفوریان داره می‌لرزه
از دی از عظمت من داره میلرزه. این توانمندی شما دیگه. نه بابا تخیله. عزیز. دمت گرم. مخلصم. همینجور اون جملاتی که میگم رو کامل کن لطفا. خندوانه فقط مخصوص شماست. مخصوص شماست یعنی بنویسم شماست؟ آره بنویسم شماست. یعنی همه هر کی. چه باحال. خندوانه یعنی لحظه های قشنگ. آهای خندوانه ای ها. بخندید. 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 خندوانه میتواند همه رو بخندونه. همه رو بخندونه. بچه صدای حمید رو میشنوین؟ من چرا نمیشنوم پس؟ واقعا فقط باید گوشام برم شستشو. خندوانه میتواند همه رو بخندونه. خنده در خندوانه؟ خنده در خندوانه شیرینه. شیرینه. خندوانه مثل هندوانه. هندوانه. خندوانه را با خنده ببینیم. با شادی. خندوانه را با شادی می‌بینیم. با شادی می‌بینیم. متشکرم. همه با خندوانه بخندیم. بخندیم. دست شما درد نکنه. خیلی هم از شما ممنونم. شما خیلی قشنگین. شما خیلی آدم حسابی هستین. شما خیلی لذت بخش شما معاشرت باتون. یک هدیه ای رو که کار دست استاد حمید مزینزاده است رو تقدیمت میکنم. ایشون با دست نشستن این رو درست کردن. نام الله. بله. شما قطعا دوستش دارین. بله قطعا. و تقدیم شما میکنم الان. دستتون درد نکنه. مخلصم. به علاوه این که یک لوح داریم. اینو بذار کنار اون طلاها. تو رو خدا اینو بذار کنار اون طلاها. مخلصم چکریم. تقدیمت میکنم و با عشق و یک جادویی که داره اینه که هر دفعه بهش بخندی لبخند بزنی این لبخند بر میگرده میاد پیش ما ما جوابشو میدیم میاد پیش خودت انرژی بیشتر میشه و علاوه این که حامی برنامه‌مون ستاره 780 مربع که شعارم داره بزن شارشی هدیه داده که من باید تقدیمت کنم زنده باشی دستتون هم درد نکنه چاکریم قبل از این که حمید هدیه‌اشو تحویل بگیره اون لبخندش یه بار دیگه نگاه کنیم شنگ مونگولم میشه و از شما میخوایم خداحافظی بکنیم. همینجا یه آرزو برای مردم بکن. آرزو سلامتی میکنم برای همشون. همتون رو دوست دارم با همه وجودم و مرسی اینکه همیشه نهایت محبت و لطف باشید نسبت به فرزندای خودت. به به چقدر قشنگ. و آخرش هم خداحافظی من میگم یک دو سه علاوه با دست راست میگیم شاد باشید. با هم براتون آرزو میکنیم که درجه یک و قبراق و سرحال و خندون و شاد و بسن اوفتوف و اینکه در کنار خانوادتون و پر روزی باشید نماز روزاتون هم قبول باشه مخلصم یک دو سه شاد باشید پایگاه اطلاع رسانی راسخون